با سلام خدمت دوستان، در خدمتتون هستم با جلسه دیگه روز آموزش جاوا اسکریپت. خب جلسه قبل اومدیم تا آبجکت، این جلسه قبل از اینکه شروع کنیم تفاوت بین let و var رو خدمتتون میگم. من فایل ایندکس رو باز میکنم. فایل جی اس رو، مین جی اس رو هم باز میکنم. خب میخوایم تفاوت جلسه قبل خب آبجکت ها رو دیدیم، این جلسه میخوایم بریم سراغ تفاوت let و var. خب یه فانکشن من میسازم، فانکشن مثلا هر چیزی میتونه باشه، تست مثلش رو میذاریم تست. خب یه متغیر من میسازم اسمش رو میذارم number one برابر است با 25. خب در پایین میگم console.log number one. خب این چیز خیلی ساده یه متغیر میسازیم، عدد 25 رو میذاریم داخلش و در کنسول خروجی چاپش میکنیم. اینجا هم صداش میذاریم که اجرا بشه، این فانکشن اجرا بشه، ما هم در خروجی بتونیم ببینیمش دیگه. ببینید کنسول اینجا 25 رو واسه ما قرار داده، درسته؟ خب حالا اینو با let هم ما میتونیم بسازیم، یعنی ما هم با کلمه کلیدی var میتونیم متغیر بسازیم، هم با کلمه کلیدی let. خب حالا من رفرش میزنم داخل کنسول نگاهی میندازه ببینیم که بازم همونه، درسته؟ حالا تفاوتشون چیه؟ ببینید من اینجا میام میگم که الان تفاوتشون رو اینجا بهتون میگم. میگم که اگر خب یک برابر با یک بود، یعنی یک برابر یک بود، خب درسته این همیشه تروه، اینو اجرا کن، اینو میذارم var. خب ببینید فرق var و let اینه که var در تمام بدنه ی فانکشن قابل دسترسی. خب یعنی الان این کد رو من اینجا اجرا بکنم در خروجی عدد 25، یا اینجا مثلا می نویسم str var str، یه استرینگ می خوام بسازم مهدی عباسی. خب از اونجایی که یک همیشه برابر یک، در نتیجه var str برابر است با مهدی عباسی و در خروجی مهدی عباسی رو میندازه. خب چرا؟ چون هر جا ما متغیری معرفی بکنیم در تمام بدنه فانکشن قابل دسترسیه، بعد از خودش البته. خب من اینجا یه F5 میزنم ببینم میرسه مهدی عباسی، درسته؟ حالا اگه من اینو let کنم چی؟ let فقط و فقط درون این اینا بهشون میگن اسم انگلیسیشون هم ما بهشون میگیم آکولاد. ببخشید دوستان فراموش کرده بودم بریکت. خب فقط داخل این بریکت، یعنی داخل این اکول باز و بسته، خب فقط داخل این قسمت قابل دسترسی. منو بزرگش کنیم، فقط داخل این قسمت قابل دسترسیه. خب یعنی از اینجا تا اینجا، بیرون از این قابل دسترسی نیست، یعنی الان من این کد رو بزنم خطا میده. خب ببخشید ذخیره کردیم؟ آها نه ببخشید ذخیره نکرده بودم. F5 میزنم. آها ببینید خطا میده. str is not defined. خب میگه این واسه معرفی نشده، متغیر str. خب
در نتیجه پس کلمه کلیدی var در تمام بدن این فانکشن و کلمه کلیدی let فقط و فقط داخل براکت های باز و بسته، یعنی همون اکولات های باز و بسته، اون قسمت فقط داخل اون بدن قابل دسترسیه. پس این فرق let و var بیشتر توصیه میشه از let استفاده بکنید تا جایی که امکان داره. اینم تفاوت let و var. میریم سرفصل بعدی، ما تا object ها اومدیم اگه اشتباه نکنم. خب یک موردی هم در مورد این فانکشن ها و مثلا ایونت، در مورد ایونت ها تا object ها اومدیم، بعدش میشه ایونت ها دیگه. ببینید یک موردی هست، خب با یک چیزی آشنا بشیم. حالا ما اینجا فرض گرفتیم شما چی رو میدونید؟ HTML رو میدونید. یک باتنی میسازیم، خب آخرش مینویسیم که fill my name. میخواییم که وقتی روی این کلیک شد، من اینجا اومدم دو تا اسپند ساختم، یکیشو نوشتم my first name is، داخل اسپند دوم نوشتم که هیچی نیست، یه آیدی بهش دادم my first name. خب میخوام وقتی روی این کلیک شد اسم من بیفته اینجا، مهدی بیفته اونجا. خب چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ یعنی چجوری میتونیم این تگ HTML رو به JS وصل بکنیم ایونت ها دیگه؟ یکی از راه حل ها اینه که از یک اتریبیوتی استفاده میکنیم به اسم آن کلیک. خب این اتریبیوت زمانی اتفاق میفته که ما یک چیزی رو کلیکش بکنیم. خب یعنی اون ایونت مربوط به اونه، اون رویداد مربوط به اونه دیگه. زمانی که این کلیک شد، این تگ کلیک شد، این تگ باتن، ما این اول یه رفرشی بزنیم تو خروجی ببینیمش، اینجاست درسته؟ بزرگش میکنم. خب یا کد جاواسکریپت رو اینجا مینویسم، یا اینکه یک فانکشنی مینویسم به جای که کد جاواسکریپت رو مستقیم اینجا بنویسم. مثلا میتونم بنویسم alert مهدی. چون دابل کوتیشن واسه چی استفاده کردم؟ بازو بس کردن اتریبیوت داخل خودش دیگه نمیتونم استفاده کنم، بعد تگ کوتیشن استفاده بکنم. خب حالا ما میخواییم بنویسش، ولی حالا ما اینجا گفتیم آلرتش کنه. ببینید درسته؟ خب به جای این کار اینو میتونم چکار کنم؟ یه فانکشن بسازم، اینجا بگم فانکشن fill my name، اسمشو بذارم با عنوان مثال، و اینو بذارم تو بدنه اون فانکشن و به این اینجا به این رویداد آن کلیک بگم هر موقع این باتن کلیک شد این فانکشن رو صدا بزن، اجرا بکن. فقط کافیه که نامش رو اینجا قرار بدیم و ببخشید رفرش میزنم، ببخشید یادم رفت علامت های چی رو میذاریم، بازو بسته شد. ببینید خب حرکت بعدیمون اینه که میخواییم بگیم که وقتی این کلیک شد اینجا محتویات داخل این تگ عوض بشه. خب اولین کاری که میکنیم اول باید این تگ رو پیداش میکنیم دیگه. با چی استفاده میکنیم؟ از این آیدیش، با کلاس میشه، با آیدی میشه، خب با نام تگ میشه. خب دوستان همونطوری که خدمتتون عرض کردم نام فانکشن رو اینجا قرار دادیم و در این قسمت اومد. حالا اگه بخوایم با کلیک شدن روی این مقدار این عوض بشه چیکار کنیم؟ خب گفتیم از آیدی استفاده میکنیم، موارد دیگر رو جلوتر با هم تمرین میکنیم. من فرست نیم رو میگیرم. در جلسه قبل با یک شی آشنا شدیم به اسم داکیومنت. یکی از توابعی که داخل شی داکیومنت هست get element by id، به اینا میگن element عنصر.
به این تگ ها میگن عنصر. عناصر مختلفی داریم، عناصر تکست داریم، عناصر تگ داریم، ولی خب ما اینجا عموما منظورمون با get element id منظورمون عنصر تگ. خب ما میایم اینجا ببخشید یک متغیر من میسازم let، اسمشو میذارم first name span یا همون camel case. camel case یه نوع نامگذاری در فانکشن هست به این منوال که شما حرف اول کلمه اول رو کوچیک و کلمات بعدی رو بزرگ می نویسید به این شکل. fill my name رو می سنم اینجوری بنویسیم، first name span برابر است با document dot، همونطور که گفتیم برای دسترسی به متغیرها و توابع از نقطه استفاده میکنیم در این شکل، get element by id. ببینید کپیتالایز نوشتم، یعنی کلمه اول هر باشه حرف اول هر کلمه رو بزرگ نوشتم بجز کلمه اول. به این نوع نوشتار میگن کامل کیس، حالت نوشتاری شطور گونه همچین معنی به خاطر این برجستگی و حروف بزرگ مثل کوهان شطور بمونن. بعد element id، بعد این آرگومانی که دریافت میکنه همون آیدیه که ما میخواییم دریافت، همون عنصریه که ما میخواییم دریافتش بکنیم. پس ما عنصری با آیدی first name رو اینجا دریافت میکنیم، document نقطه get element by id. در ادامه میایم یکی از این خودش آبجکت برمیگردونه این تابه، خب که داخل این متغیر ذخیره میشه. یکی از متغیرهایی که اون آبجکت داره، خب من اینجا first name span نقطه، خب inner text هست، متن درونی. خب اینجا عوضش میکنم، اینجا مینویسم مهدی عباسی، آخر هر خط رو هم با سمیکالن به پایان می‌رسونم هر عبارت رو. خب پس چی شد؟ ما اینجا اومدیم با دستور get element by id در نشه document یک عنصری رو با id first name که اینجا از قبل هستش دیگه گذاشتیم دریافتش کردیم و داخل یک متغیر به اسم first name span ذخیره‌اش کردیم. در ادامه گفتیم که این آبجکت که المنتی که برگشته اینر تکسش رو به مهدی عباسی تغییر بده. یه رفرش میزنم، حالا میزنم ببینیدون خطایی ننداخته. آها ببخشید، نام فانکشن رو ما اینجا عوض کردیم و داخل HTML عوضش نکردیم. فیل ماینه رفرش میزنم ببینید دقیقا قرار گرفت. حالا میایم یه اینجا من یه تگ بی آر میدم باشه، یه تگ پی دیگه میسازم. میسازم که span خوب فارسی نوشتم تایپ یور نیم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه تگ اینپوت بذارم اینجا، وقتی نامو اونجا بنویسیم با زدن این دکمه داخل این متن قرار بگیره. خب اینجا میام یه تگ اینپوت هم میسازم، تایپش رو میذارم تکست، نام نمیخواد، آیدی شو میذارم txt name. این از آیدیش. خب یک نگاهی به خروجی بندازیم، دقیقا همون چیزی شد که ما میخواییم. یه
اینجا یه آیدی هم خب بهش دادیم. میگیم که یک متغیر اینجا میسازیم، اسمش رو میذاریم let txt name برای هر نامی که شما دوست دارید document dot get element by id، چون از قبل تایپش کردم، حالا سابلایم کمکم میکنه تو اون تکمیل کننده خودکار کد میارش، من راحت انتخاب میکنم get element by id id txt name. خب این یک چیزی داره، این تگ های اینپوت یک ولیو دارن، یک اتریبیوت هم دارن، این خصوصیت دارن به اسم ولیو که هر چه ما دوست داریم میتونیم اونجا بنویسیم. مثلا جمشید مقدار پیش فرضشه این بمونه، مثلا یعنی داخلش میاد. از همین طریق هم میشه مقداری رو که داخلش تایپ شده دریافت کرد. به چه شکل؟ خیلی راحت میایم میگیم خب اینو گرفتیم. حالا اینجا میایم میگیم که اینر تکست فرست نیم اسپن برابر باشه با txt name نقطه ولیو، مقدار ولیوش یک چیزی داره، یک خصوصیتی داره، اونچه آبجکت های که از نوع اینپوت هستن، خب عناصری که از نوع اینپوت هستن یک خصوصیت دارن به اسم ولیو. جا می‌نویسم مهدی و در اینجا قرار میگیره مهدی عباسی. خب الان ما چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که چجوری که یک مقدار رو از یک عنصر اینپوت بگیریم و درون یک تکس یک عنصر دیگه قرارش بدیم. خب حالا اگه بخوایم چی بذاریم، HTML بذاریم چی؟ یعنی اگه بخوایم بگیم که یک تگ بولد بذاریم دیگه، یک تگ استرانگ، یعنی به این شکل بشه. من اینو میارمش پایین. استرانگ مای نیم. ببینیم بولد میشه دیگه تگ استرانگ، هر چیزی رو میذاریم داخلش بولد میشه. به این شکل در میاد. اگه بخوایم اینجوری باشه چی؟ یعنی باید اینجوری بنویسیمش دیگه. من اینو برمیگردونم. به اضافه txt name value به اضافه string، همچنین چیزی دیگه HTML بذاریم داخلش. رفرشش میکنیم. ببینید به صورت رشته مینویسش به جای اینکه به اون شکلی که ما میخواییم، یعنی اینکه یک HTML واقعی باشه، یک تگ HTML واقعی باشه اونجوری بسید. اونجوری باید از یک خصوصیت استفاده کنیم به اسم inner HTML. خب من این رو رفرش میزنم، اینجا بنویسم مهدی. ببینید هارا بولد شد. پس فرق اینر تکست و اینر HTML رو دیدید. تو اینر تکست هر چیزی که بنویسید، حتی HTML هم بنویسید، متن در نظر گرفته میشه، ولی تو اینر HTML کد HTML در نظر گرفته میشه. این هم از این. خب میام سراغ یه سری از سایر توابع داخل داکیومنت، میام سراغ یه سری از اونا. اینجا ما تگ‌های پی داریم دیگه، درسته؟ خب میام اینجا میگیم که let پی tags برابر است با document. میخوایم همه تگ‌های پی رو بگیریم، همه تگ‌های پی رو، get elements by tag name
ببینید get element by tag name، نام تگ رو میذاریم. در ادامه خب با یک دستوری از این ببینید آرایه برمیگردونه. من اینو واسهتون بذارم اینجا. سه تا تگ پی داریم، سه تا. حتی تگ های درون تگ پی رو هم برمیگردونه. مثلا اگه ما بریم اینجا یه تگ پی دیگه بسازیم، داخل اون یه ام فقط قرار بدیم. ببینید اینجا یه تگ ام دیگه هم داریم دیگه. من همون کد قبلی رو بزنم، این دفعه حالا 4 تا تگ پی. ببینید آخری رو هم گذاشتم. شدن 5 تا ببخشید. تو موسو ببرید روشون، دونه دونه میاد. 1 2 3 4 و 5 دورم افتاده اون پایین. 1 2 3 و 4 تا باشه. حالا یه دونم اضافه گرفته واسمون، چون تگ پی رو گذاشتیم تو دل تگ پی. البته علتش اینه، ولی میخواستم بگم که تگ های درونی، حالا ما تگ دیو در نظر میگیریم اگه باشه، و تگ های درونی میتونه پیش بره. میخواییم رنگ پس زمینه شون رو عوض بکنیم دیگه. چطوری؟ یه چیزی اینجا بهتون مثالی بهتون نشون بدم. یه باتن دیگه بسازیم بعد بریم سراغ این یک. change color on click یک باتن ساختم. میخوام تو رویداد کلیکش یه فانکشنی رو اجرا بکنم به اسم change name color. خب این رو انتخاب میکنم، میام اینجا یک فانکشن میسازم. خب فرست نیم رو میگیرم، اینجا let span name document.get element by id first name. خب span، خب یکی دیگه از متغیرهایی که داخله، یعنی یه آبجکتی تو دل آبجکته، این آبجکت هایی که این المنت هایی که get element با tag name برمیگردونه هست، اسمش استایله. همون کد های CSS فقط کمل کیسه. مثلا اینجا margin top ما تو CSS اینجوری می نویسیم دیگه، margin dash top، درسته؟ اینجا اینجوری نوشته میشه، کمل کیس نوشته میشه، کلمات به هم چسبیده میشه و حرف اول کلمه اول کوچیک بقیه بزرگ. خب اینجا می نویسیم background color برابر است با gray. میخوام پس زمینه خاکستری بشه، یا کد رنگ هگزادسیمال بذارید مثلا اینجوری. اینم یه کاره، یا اینکه نام اون رنگ رو می نویسیم. رفرش میزنم اینجا مهدی، ببخشید اینجا چی نیومد، یه چیزی بنویسیم چون کد رو دسته ای زدیم. حالا اینجا باید یه چیزی بنویسیم، ببینید بکگراندش خاکستری شد. خب اینو من ورش میدارم، کاتش میکنم، اینجا میام مینویسم فانکشن. میخوام یک کدی بنویسم که بکگراند تمام تک های پی رو طلایی کنه. change background colors.
خب پس با این دستور let p tag برابر است با document get elements by tag name، تمام تگ های p رو میگیرم. خب این گفتیم یه آرایه برمیگردونه دیگه، پس خیلی راحت میایم میگیم for. حالا روش های دیگه ای داره، من این روش های اولیه رو میگم، بعد روش های حرفه ای تر هم، یعنی حرفه ای تر که چرچ کنم آسون تر رو هم با هم مرور میکنه. for let i، یا همون راحت مینویسیم i برابر است با 0 تا زمانی که i کوچکتر از ptags.len طولش است. طول یک آرایه رو با نقط len میگیریم، طولش رو بر تعداد اعضاش رو برمیگردونه. خب حلقه فور رو فکر کنم با هم کار کردیم. خب i برابر است با 0، i کوچکتر از این و i در انتها پلاس پلاس، هر دفعه هم یه دونه به گامش اضافه بشه. اگر یه موقع حلقه های فور رو با هم کار نکردیم بگی تا ویدیو بعدی حتما اون رو بذاریم. ولی فکر کنم حلقه های فور رو تو ویدیو قبلی کار کردیم. خب پس اینجا الان پس در ازای هر، خب اینجا الان اومد دیگه، پس میایم میگیم که let، و خیلی راحت ببخشید، p tags اندیس i. خب یه پس گفتیم چی داره، یکی از اعضایی که داره استایل دیگه، استایل background color برابر است با گولد، طلاییش کن. خب درسته؟ خب این رو برمی داریم، چینج بک‌گراندز backgrounds color، نه باید بشه backgrounds color، بریم اونجا عوضش کنیم که نامش بهش بخوره. خب میزنم ببینید پس زمینه همه شون طلایی شد. یه بار دیگه میزنم پس زمینه، پس همه تگ های P رو گرفت و به این شکل طلایی کرد. خب حالا اگه بخوایم فقط دومی و سومی پس همینشون عوض بشه، اولی اتفاقی نیفته، میتونیم از کلاس ها استفاده کنیم. کلاس میدیم، کلاس اسمش رو میذاریم گولد. خب به تگ دومی هم همین کلاس رو میدم. حالا از یه دستور خاصی استفاده میکنم به اسم get element by، اینجا هم اگه یه موقع مثل من فراموشش کردید تا حد نمیسید document dot get element by class name، get elements by class name. تو کنسول پس راحت میتونید داکیومنت بزنید بنویسید. یک دیگه از راه حلاش اینه که از ادیتور ویژوال استودیو کد استفاده کنید، تکمیل کننده کد داره. پس با دستور get elements by class name چیکار میکنیم؟ تمام تگ هایی که اون کلاس رو دارن رو میگیریم. gold tags و اون رو میذاریم داخل یک حلقه فور و اونجا خیلی راحت ما اینجا اینو چیش رو عوض کنیم، چون نام متغیر رو عوض کردم اینجا هم عوض میکنم گل تکس. اونجا خیلی راحت میتونیم به عناصرش دسترسی داشته باشیم با این آیدی، با این ایندکس ها و در ادامه استایل بکگراند و گل. من این نگاهی بندازم ببینم حلقه فور رو گفتم اصلا، ببخشید. بله به حلقه های فور رو گفتیم، در جلسه پنجم هست. دوستانی که اگه فراموش کردن حلقه فور رو میتونن به جلسه پنجم برن و اونجا حلقه های فور رو ببینن. خب پس همونطور که میبینید ما اینجا میتونیم پس زمینه ها رو عوض کنم. خب حالا ما اینجا رفرش میزنم، پس بخواییم دومی و سومی فقط این کلاس رو به این دوتا دادیم دیگه، ببینید برایت اینا عوض میشن. اگه خواستی سایر get ها رو ببینید اینجا document نقطه get، ببینید get element by id by class name by name. خب
بای تگ نیم و با و این NS ازش فرق داره، بعدا توضیحش میدیم. get selection اون چیزی که انتخاب شده رو برمیگردونه، اون چیزی که با موس انتخاب شده. خب پس اینجا ما اینا رو میخواییم تا این قسمت. get by name هم خب مال این چیه؟ عناصر فرمه که نیم دارن، برای اونجا استفاده میشه. خب ما الان رویداد کلیک رو پس با هم دیگه مرور کردیم و یک رویداد دیگه هم که میتونیم با هم دیگه مرورش بکنیم اینه که رویدادیه به اسم لود. موقعی که صفحه لود میشه تو تگ بادی، میخوام بگیم وقتی صفحه لود شد دیگه من این دکمه رو زدم زیر این چی نشه، تلو نشه، خودش صفحه لود شد این اتفاق بیفته. پس ببین اینجا تو چی میذاریمش؟ اینجا یک خصوصیتی داره تگ بادی به اسم unload. این زمانی این ایونت، این رویداد زمانی اتفاق میفته که صفحه لود میشه، میاد بالا. پس ما اینو میذاریم اینجا، حالا رفرش میزنم و همونطور که میبینید زیرشون طلایی میشه دیگه، یه نیازی نیست من حتما این دکمه رو کلیک بکنم. خب این هم از این مورد. در جلسه بعدی میریم سراغ add event listener و نحوه دیگری از اطلاق رویداد و فانکشن به همدیگه در کد جی اس.